به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید سلام میگویم در ایران و منطقه و نیز در عرصه بینالمللی خبرها بسیار است خبرهایی که مربوط میشود به ایران و مردم ایران همزمان با نزدیک شدن به جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران اختلافات جناهای اصلی تشکیل دهنده حکومت فقیه رو به گسترش نهاده است و نیز افشاگری های البته کم دامنه‌دار فساد مالی و آنچه که بابک زنجانی در دادگاه خود گفته است و نیز خبرهای دیگر در همین زمین آن سوتر پیامت های عملیات تروریستی در فرانسه و سیاست های جدید اتحادیه اروپا در برابر مهاجران سوری و غیر سوری از خاور میانه و اوضاع سوریه به کجا رسیده است؟ توافق ای مسکو و قاهره برای ساختن یک نیروگاه اتمی در مصر و برگزیده شدن یک بانوی اماراتی به ریاست مجلس این کشور و خبرهای دیگر با من و شما هستند آقای علی رضا نوریزاده در استودیو مرکزی ایران فردا لندن و همینطور آقای حسن شریعت مداری در سفری کوتاه به لندن در استودیو مرکزی ایران فردا با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر به آقای شریعت مداری خوش اومدید به لندن مطمئن هستم در اونجا پذیرایی لازم به عمل خواهد اومد در دفتر مرکزی ایران فردا دوستانی که تمواره مشغول کار هستم با سلام و خوش آمد به شما من هم سلام دادم خدمت شما و سلام به همه بینندگان شما بله در خدمت دوست عزیزم آقای نورزاده هستیم و این برنامه رو از استودیو با شما خواهیم بود و سپاس آقای نورزده سلام به شما درود به شما جناب چالنگی عزیزم درودهای های بسیارم و به آقای مهندس شریعت مداری گفتم دوست قدیم و ندیم و کهن و همینطور به همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری آقای شریعت مداری در واقع شما مهمان هر دوی ما و آقای نوریزاده هستین بنابراین از شما شروع میکنیم این پرسش رو که این انتخابات داخل ایران رو در راه هست حالا انتخابات معمولا مردم آشنا هستن که چه وضعیتی خواهد داشت در ایران بعد از انقلاب اما این اختلافاتی رو که شما میبینید بین جناهای تشکیل دهنده حکومت ایران تا چند از ریشه های اقتصادی داره اونقدر که مفسرین بهش اشاره میکنه با... بفرم ببینید در کشورهای دموکراتیک معمولا اقتصاد نقش مهمی در سیاست داره یا لابیهای اقتصادی میتوانند قدرت سیاسی رو شکل بدن ولی در کشورهای اقتدارگرا این قدرت سیاسی است که دست انسان رو در تطاول به منابع مالی باز میگذاره چون قضیه کاملا برعکسه اونجا در کشورهای دموکراتیک کارآفرینان با ابتکاری هستند که با زحمت زیاد توانستند از فراز و نشیبهای مسیر اقتصادی پیروز بیرون بیان و بنابراین قدری از قدرت سیاسی رو میخواهند حفظ کنند برای اینکه یک نوع تضمینی برای بقای رشتهشون صنعتشون و مالشون باشه ولی در ایران برعکس است در ایران ابتدا و در هر کشوری با نظام اقتدارگرا هم قاعده همینه ابتدا باید قلقم کرد کشت انحصارات به وجود آورد نسخ کشید و بعد از اون به جان و مال مردم مسلط شد و اون وقت است که تبدیل به یک قطب اقتصادی میشی مجلس یک حالت سمبولیک داره برای اینکه جایی است که این گروه های اقتصادی در پیوند با همدیگه میتونن روی قوانین تبعیض‌آمیز هم قوانین تبعیض تری بیارند و روز به روز تسلط این گروهها و مافیای مالی رو مستحکم کنند بنابراین بسیار واضحه که قوه قضاییه و مجلس چقدر برای کسانی که مالی اندوختند و ثروتی دارند و به این نظام وصلند مهمه علاوه بر اون خب تنها جنبه جنبه اقتصادی نیست اصولا کسی که از گردونه قدرت پد شد در ایران به تدریج همه چیزش رو از دست میده یعنی در جوامع مانند ایران در حقیقت دو گزینه بیشتر برای زندگی نیست یا وارد باند قدرت باش قوی باش در رأس باش بر اونچه میخوای بکن یا از این گردونه به نحوی بیرون پرد میشی و همه امتیازات رو به تدریج از دست میدی و شاید تو به محاکمه بکشن شاید ثروت تو از دستت بگیرن شاید آبرو تو ببرن و چیزهایی که این روزها شاهدش هستیم بنابراین واضح هست در حقیقت که چرا برای دستندرکاران جمهوری اسلامی مجلس انقدر از لحاظ مالی هم مهمه ولی این تنها وچه قضیه نیست وجوه دیگری هم دارد که اگر فرصت شد به اون خواهیم پرداخت آقای نوریزاد پس چون مجلسی چه ارتباطی به مردم پیدا میکنه غیر از اینکه کشوندن مردم بعضی از مردم یا درصدی از مردم هر چقدر که هست به پای صندوق خیره. ارتباطش ما دیدیم همه نوع مجلسی وجود داشته یعنی اصلاح طلب تند رو در تمام این سالهای بعد از انقلاب اما وضعیت سفره مردم نه تنها از نظر مثبت تفاوت نکرد بلکه خالی و خالی تر شد بنابراین این مجلس چه ارتباطی میتونه به سفره مردم داشته باشه ببینید آی چالنگی اولا مجلس فعلی به اعتقاد من از تاریخ بد و انتخابات و تشکیل مجلس در بعد از مشروطه و دوران پهلوی و امروز ننگ بارتر از این مجلس مجلسی وجود نداشته به معنای واقعی همطور که آقای مهندس گفتن چند با باند مافیایی و دوزده اونجا نشستن تبدیل به قطبای اقتصادی شدن رشوه میگیرن همین آقای بابک زنجانی چه پولهایی به اینا داده قبل از این آقای جزائری شهرام جزائری چه پولهایی داد و انواع و اقسام مافیای دیگری که هستند از مافیای وابسته به بیت تا مافیای وابسته به قوه قضاییه و سپاه این مجلس در واقع کارگزار اوناست نه کارگزار ملت وکیلی که چهار میلیارد خرج میکنه وکیل بشه و بعد در دوران وکالتش کل پولی رو که جمع میزنیم بهش میدن دو میلیارده پس باید ببینید چه درآمدی از این ماجرا براش حاصل خواهد شد نمونه هایی در شهرستان ها هست که وکیل وقتی وارد مجلس شده آه نداشته با ناله صدا کنه با قرض و پول و فروش خونه برادر و خواهر و غیره رفته ولی همین آقای وکیل در عرض دو سال سه سال با کمک شهرداری که با کمک ایشون شهردار شده یا فرماندار زمینای بایری رو که متری دو ریال خریده انداخته بر خیابون جاده اصلی میلیاردر شده بنابراین هم مقمه اینا درد مردم نیست البته باید اینم بگم هنوزم هستن در میان همین وکلا کسانی که حالا نمیگم شرافت کاملا ولی اینقدر شرافت دارن که به داد حوزه انتخابیشون هم برسن نمونهش هم اینه که در بعضی از مناطق این وکلا موثر بودن ولی به طور عام این مجلس مجلس رنگی نیست وکلایی که با حرفاشون با مخالفتاشون با هر حرکت اصلاح طلبانه موضع منفی گرفتن اینا وکیل مردم نیستن و اینا واقعا وکیل مقام معظم رهبری و وکیل اون باندهای اقتصادی که انتخابشون کرده اما چرا مردم میدن رأی میدن به این رای چالنگی اولا این نظم انتخابات حالا در عین شورای نگهبان و این مسائلی که در پس پرده هست این نظم انتخابات جا افتاده بنابراین یه رژیم صالح در ایران باشه یه نظام مردمگرای مردم سالار باشه این نظم میتونه چقدر موثر و مثبت باشه و چطور مردم رو در راه پیشرفت و سعادت و اصلاحات یاری بکنه مردمم در شهرستان ها به خصوص تابع مساله منطقه شون هستن نگاه میکنن بین حسن و حسین و تقی میگن این حسین بالاخره بومیتره بچه خود ماست بچه اینجا شاید این رو انتخاب کردیم دردی از دوش ما برداره ولی حرف شما کاملا درسته این مجالس تأثیری در زندگی مردم نداشته البته مجلس ششم رو من یک استثنا میدونم چون اون تو آدم با شرافتی بودن که کارهای مهم میکردن و همین بخشی از این فساد در اون زمان کمیسیون از سنوت بود که دوستمون آقای مهندس خوینی موسوی خوینی بود که اونجا دنبال این قضیه رو پیگیر شد و از همونجا زندانهای مخفی رژیم اومد بیرون بنابراین در طول این دوران مجالس جمهوری اسلامی می توان گفت مجلس ششم تعدادی از نمایندگانش واقعا منتخب مردم بودن و برد. تلاششون هم این بود که خواستای مردم رو به نتیجه برسونه. بله. خب این تصمیم نهاییش با خود مردم هست که بعد از سی و چند سال تصمیم میگیرن باز در برابر این وضعیت استثنایی در منطقه و سطح جهانی که بین بد و بدتر خود مردم هستن تصمیم میگیرن و در ارتباط با سفرهشون که آیا ارتباط مثبتی خواهد داشت یا خیر اما اشاره شد به فساد آقای شریعت مداری ببینید الان آقای بابک زنجانی داره محاکمه میشه از چندین جهت پرداختن به این جریان محاکمه قابل توجه است. یکی از جهاتش که کمتر دیده میشه اسم هر کسی که در ارتباط با این پرونده میاد با حروف اول اسمش است. آقای میم سین چندین میلیون دلار اونجا داده به آقای دال الف. آقای دال الف رفته چندین میلیون دلار دیگه از معاملات نفتی یا میلیارد یا هر رقمایی که هست آورده داده به سین سات مثلا. اما یه, ه... یه کسی یه آفتابه در یه گوشه دزدیده به ناچاری یا هرچه آبروی خودش خانواده همه بر شما من میخواستم ببینم آیا عدالت در جمهوری اسلامی حتی در دایره بسته خود دو جناه جایی همدیگه رو چنان حملاتی میکنن آیا در اونجا هم باز تبعیض وجود داره خودی و غیر خودی داره این عدالت حکومت دینی اسلامی روحانیت شیعه بله ببینید نظام قضایی شاید بدترین رکن جمهوری اسلامی در بین سه باشه نظام قضایی در حقیقت هم قوانینی که میخواهد بر پایه اون عدالت رو برقرار کنه از اصل قوانینی مبتنی بر اجحاف و تبعیض هست و میتوان مفصل به این قضیه پرداخت اگر وقتی بود که این قوانین رو بشکافیم مثلا قانون مجازات اسلامی که تصویب شده در چند سال قبل میتوان نشان داد که چگونه بین مسلمان و غیر مسلمان شیعه و غیر شیعه زن و مرد پیرو ولایت فقیه و کسی که پیرو ولایت فقیه نیست علنا و قانونا فرق میگذاره هم در روش اجرای عدالت بسیار دچار نقض و عیب فاحش است هم نظام قضایی ما از اشکالات فراوان رنج میبره ولی مضاعفا و بدتر از همه اینها فساد سازمان یافته و گسترده ای است که این نظام قضایی ازش رنج میبره یادم میاد چند سال پیش یکی از قضات معروف بسیار با حادثه عجیبی روبرو شده بود دامادش از یک طرف رشوه بزرگی گرفته بود و پسرش از طرف دیگه و این پرونده یازده سال از این دست به اون دست میشد تا مجبور شدن قاضی رو به سمت دیگری ببرند و این پرونده رو ببندند چون با حضور چنین قاضی در حقیقت همان عدالت تبعیض‌آمیز نیمبند هم به مشکل اساسی برخورد بود بنابراین یک نظامی که اصولا قوه قضا درش برقرار شده تا اینکه خودی را ارتقا بده و غیر خودیها را از مزیتها و از جمله مزیت اجرای عدالت محروم کنه تبعیض در اون سیستماتیک حالا به اون اضافه کنید ماهیت ظالمانه و تبعیض‌آمیز قوانین رو قضات بی سواد و بی معلومات و فاسد رو و قوه قضایی ناکارا رو که اگر تعداد پرونده ها رو نسبت به جمعیت ایران بررسی بکنید میبینید که با هیچ کدام از کشورهایی که نظام قضایی مستقلی دارند تعداد این پرونده ها دوره توقف پرونده ها و نتایج ظالمانه اونها قابل قیاس نیست بنابراین فکر میکنم به حق باید گفت که فاسد ترین قسمت از جمهوری اسلامی قوه قضاییه اون آقای نورزد در پرونده بابک زنجانی از شیخی اسم برده میشه به اسم شیخ حشر بله ظاهرا اون برای آبهای خلیج فارس هست ما در برنامه دیروز پنجشنبه شب به طور مفصل صحبت کردیم با کارشناس اقتصادی و ارزشمند و ارجمند اون آقای رضا تریزاده عزیز بله این شیخ رو هیچ اطلاعاتی راجبش داده نمیشه جز اینکه درگیر هست با یه میلیارد دلار از این پولهای نفتی مربوط به این بر های کارتون ایران آقای زنجانی هم گفته آقا این شیخ شوخی نکنید یاد دادگاه اینا نداری. بسیار و اینا نداریم آدم بسیار مهمیه حتی لازم باشه قید پولش میزنه دادگاه نمیاد از این حرفا معلوم میشه ایرانی نیست بله بنده عرض میکنم خدمتون بله از شما میپرسیم اطلاعاتی که دارید بله. که در حضور باره. هم... از کنم من در برنامه برنامه پریروز خودم این آقا رو کاملا معرفی کردم و گفتم شریف کیس... تو اینجا بگیم ممنون بله. آقای شیخ دیدن حشر... دیدن. آقای شیخ حشر یک ارتباطی با خاندان حکومتی مکتوم داره در دوبه ولی به علت عملکردش از طرف اون خاندان هم ترد شده حتی تحت بازداشت قرار گرفته یه شریک ایرانی داره که به اتفاق اون خانه مفصل کردن و سران مافیای نظام و بعضی از جنرال های سپاه پول های کلانی به او و شریک ایرانیش دادن که در این خانه و پروژه های بزرگ جزیره نخله و غیره در دوبه مشارکت داشتند. بعد یک بار بازار خانه فروکش کرد و اینا اون آقای شریک ایرانی به زندان افتاد در امارات و این آقای شیخشر هم قایم شد آقای بابک زنجانی حرف بی ربط و بی اساسی میزنه شیخ حشر رقمی نیست که 8 ده میلیارد پول دستش باشه اصلا همچی چیز نیست اینا هم بازی های آقای زنجانیه که یه روز میگه 22 میلیارد یورو من پول دارم روز بعد میاد میگه نه رقم 12 میلیارد یوروه معلوم میشه ده میلیاردش رو در از 24 ساعت قول ازش گرفتن به ارگانهای مختلف و جاهای مختلف داده بشه ببینید آقای چالنگی بذارید من اینجوری داستان رو براتون بگم عین یه بچه یتیمی که یک به قول شوهر مادر بیره به سراغش اومده ایران رو تصور کنید این بچه یتیم یک تیم مافیایی هم قدرت دستشون بوده آقای احمدی نژاد هم در وسط اینجا نشسته البته مبانی این مافیا در زمان احمدی نژاد ریخته نشده قبلا از شروع پیدایی جمهوری اسلامی حالا یه موقع زمان جنگ تو تجارت اسلحه پول می بردن بعدا اومدن تو غذا و چادر و لباس و نفت و اتومبیل و غیره این مافیا در زمان آقای احمدی نژاد میان به ایشون میگن آقا جان اسامه بن لادن با دو میلیارد دلار دو تا برج آمریکا رو زد چهار نفر رو کشت فکر کن ما رو تحریم کردن اگر تو چندین دو میلیارد یک زنجیره داشته باشی ببین چه کار خواهی کرد این آقا هم بلند میشه امثال بابک زنجانی این جماعت رو جمع میکنن و شیخ حشر و امثال اینا و اون آقا آقا رضا در ترکیه و شروع میکنه برای اینا زمینه ای فراهم میکنه که هر کدوم چندین میلیارد در دستشونه نه. در مجموع صحبت از 56 میلیارد دلار این 56 میلیارد دلار خورده شده نیست آقای زنگنه میگه این پولا وجود نداره آقای بابک زنجانی شرکت تاکسیرانی تاجیکستان مال ایشونه بانک درست کرده پولا رو برده بعد بانک تعطیل شده در مالزی همینطور آقای چالنگی ملت رو قارت کردن یک مش دزد آمدن مملکت ما رو چاپیدن هشت سال تمام این گاو نغمن شیرده رو چلوندن استخونش رو انداختن هشت سال آقای نوری این هشت سال اخیر خیلی وحشتناک بوده قبلا هم گفتم بوده ولی این هشت سال که بس. حکومت دست سپاه و مافیا و بیت رهبری بود اون چی شما بخواید کردن بعد این نکته بسیار قابل تعمله بس. این پولها قابل پسگیری نیست حسن و تقی و نقی و که میان میگیرن اینا بیمهناز آقای زنجانی هم دنبال اینه که به اسم اینکه من برم پول و برگردونم بیاد بیرون 150 میلیونم ملونم به محسنی اجرایی داده دنبال اینه خلاص آقای وحید حقانیان هم یه چیزی بده بیاد بیرون تا بره امپراتوری مالیش رو بر خون ملت ایران ادامه بده خب البته این ترکیه که اشاره کردین شیخ در ارتباط با میلیاردها دلار پول اینها اشاره هم کردید در داخل ایران به اندازه کافی تولید شده شیخ دیروزم من گفتم در برنامه دیروز که ما در سطح ملی به خود کفایی رسیدیم از نظر تولید شیر به آه. این معنی ای که فول ها رو جابجا جا کنن یا هر چیز دیگه اصلا ما آقای شریعت مدری پرسش اینه که ببینید همه کاسه کوزه ها و اصلا آقای احمدی نژاد و دولت اون شکسته میشه و ما ما یادمون هست در همون ماهای اول بعد از انقلاب کامیون پر از طلا رو گرفتن یه داشت از کشور خارج میشد بعد گفتن مرتبط است به آقای احمد خمینی یادمون هست بنیاد مستضعفین یا مستضعفان یا هر اسم دیگه داره با تلفظ دیگه, دیگه یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در خاورمیانه شد و بقیه بنیادها بقیه بنیاد به استرا مربوط به جنگ و بقیه جاهای دیگه که و فساد مالی که وجود داشت پرسش این هستش که اگر آقای همه این مشکلات با حالا شدت پیدا کرده و هر چی در زمان آقای احمدی نژاد پس آقای خامنه ای چه کار است با همون تعریف حکومت خودشون که هشت سال نشستن بالا جلو چشمشون یه همچین حیف و میل هایی شد ایشون یا میدیدن یا نمیدید اگر نمیدیدن که هشت سال که کافی است برای که یک بابایی صلاحیت یک شغلی رو نداشته باشه اگرم هم میدیدن و دم فرو میبستن حالا میگیم شریک نبودن اینم که بازی مشکل تفسیر شما رو میشه بله ظاهرا آقای چالنگی شما هم جز اون بی هایی هستید که اقتصاد مقاومتی رو درست درک نکردید برای اینکه اساس اقتصاد مقاومتی همونی بود که در دوره آقای احمدی نجات پیاده شد یعنی تحریم های خودکننده ای بود که بند دفتر رهبری تصمیم گرفت با اعوان و انصارش اونها رو دور بزن آقای احمدی نجات از این جهت رهبر اون رو به خودش نزدیکتر میدید که یک عامل دست و پا بسته و بیچون و چرایی بود که همه این حرفها ها رو قبول میکرد و عمل میکرد بابک زنجانی و دیگران به این دلیل در این دوره پشتشون محکم است که عوامل اجرای چنین نقشه ای بودن نقشه جامعی بود که ما چگونه تحریم را دور بزنیم و این کار رو خونسا کنیم اگر تحریم و دور زدن به این وضعیت دچار نشده بود و کمی موفق بود حتما نمیتونستند یا نمیخواستند که به کمک سلطان قابوس مذاکرات مربوط به برجام رو در دوره قبل از آقای روحانی شروع کنند دیدند که این دور زدن ها با وجود همه این ابتکارات عجیب و غریبی که زدن و امروز دکل های گم شده پول هایی که نیست آدمها ها شیخ حسن هایی که معلوم نیست کی میمشینها، میمشین ها دال ها سین هایی که معلوم نیست آیا وجود دارن یا نه همه محصول این نقشه در حقیقت بیت رهبری بوده و امروز این و اون محاکمه میشن به خاطر اینکه بالاخره باید آبروداری بکنن و اگر نه قضیه معلومه و اگر آقای بابک زنجانی دهن را باز کند و بگوید که چگونه سراغش اومدن آدمی که یک شرکت کوچک لوازم آرایش در ترکیه داشت و یک صرافی معمولی در ترکیه چگونه توانست به کمک ایشون این اموال بزرگ رو جابجا جا کنه در همه دنیا منور بده مگه بدون وابستگان اقتصادی سفارت خانه های ایران اعضای سپاه پاسداران در این سفارت خانه ها باندهای نفوذی این کشورها یک چنین کارهای ممکن بوده یک پشتیبانی لوجستیک وسیع بود تا تحریم ها دور زده بشه و اصلا مهم نبود که کی این پول ها رو میبره چقدر میخوره هزینه فرض بفرمایید آلومینیومی که مورد احتیاج فیوج هاست چند در میاد تونی و به کجا میره و چه کسانی از این وسط میلیاردر میشن امروز که کفگیر به ته دیک خورده این حساب و کتاب ها یه مقداری در سطح سرگرمی مردم به میان آمده و مطمئن باشید این پرونده ختم به خیر خواهد شد به نفع زنجانی بابک زنجانی یا به کمک اون داروی نظافت معروف این بیچاره هم از بین میره یا اینکه یه جای قایمش میکنن و قضیه تمام میشه اصل قضیه واضح هست اینا عوامل خردپای بیش نیستند در قضیه قضیه مهم می بوده که میخواستند تحریم هایی رو که همه دنیا نازرونه دور بزنند و موفق نشدند امروز هم با کمال خودخواهی میخواهند این شکست بزرگ رو به یک پیروزی تبدیل بکنند و بگویند که این مایم ما که رول این مذاکرات رو در دست داشتیم و از اون پیروز بیرون اومدیم بله. البته تصویرایی که می‌بینید روی صفحه به وضوع نشون میده که آقای بابک زنجانی در مواردی از از دست آقای حسن روحانی و همینطور از دست آقای رفسنجانی جوایزی دریافت کردن و دست بقیه مقامات جمهوری اسلامی به مناسبت خدمات ارزنده‌ای که کردن یعنی این نبوده که رئیس شورای امنیت ملی نظام در اون زمان آقای روحانی بیخبر باشه از اون چی که انجام میده آقای زنجانی یا اون یکی حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه ملت و کشور ایشون هم بیخبر باشه تو که آقای شریعت نداری شرکت میشه دریافت که اقتصاد مقاومتی چه معنایی داشته و داره با شما خواهیم بود و گفتگو میکنیم با آقای علی رضا نوری و آقای حسن شریعت مداری در استودیوی مرکزی ایران فردا لندن تا لحظاتی دیگر آقای نوری زده به آقای شریف نداری اشاره کرد که این مذاکرات به نتیجه ای که باید نرسید یا اونطور که حکومت ایران میخواست نرسید و دست بالا رو طبعا نداشتن این مذاکرات یعنی یه ترم دیگه ای که آقای خامنه ای به صدا مطرح کرد نرمش قهرمانانه اون هم به شکست انجامی پیامدهاشو شما چطور ارزیابی میکنید ببینید آقای چالنگی اگر یه رژیمی در ایران حاکم بود حالا با تمام سلبیات و بدیهاش حد اقل با خودش صداقت داشت خیلی ساده آقای خامنه میمد به ملت ایران میگفت ما 15 سال دنبال یک اوهام بودیم دنبال یک وهم بودیم دنبال یک بازی باخته بودیم در این بازی ضرر کردیم الان اومدیم جلوی زرر رو بگیریم که از هر جاش بگیریم منفعته اون وقت همه ای ما کلاه به احترام بر می داشتیم که رهبری است که اعتراف به شکست و خطا میکنه و امروز در صدد اصلاح اون خطاست اصلاح خطا چه بود؟ فقط قرارداد پنج به اضافه یک نبود آشتی با جهان بود شما آشتی با جهان میکنید نمیشه بگید خیلی خوب فرانسه با تو آشتی انگلیس هنوز قرم آمریکا اصلا ما با تو حرف نمیزنم بعد آقای ظریف با آقای جانکری روبوسی و دستراغوش هم بندازن این اسمش نفاق تزویر حقبازی و چون این وجود داره بنابراین جمهوری ولد فقی نمیتونه ادعا کنه برنده شدم چون برنده نشده همین پیروز گزارش آقای آمانو که آمده در این گزارش که الان منتشر خواهد شد آقای آمانو میگوید که ما رفتیم سایت نظامی ایران رو دیدیم پارچین رو نمونه برداری کردیم آزمایش کردیم اینم نتایجشه یا سانتفیوش ها چند هزار سانتفیوژ تفکیک شد از کار افتاد فردو به کل از کار افتاد اینا پیروزی نیست سپاه الان یه مقوله‌ای که ادعایی که داره که در مجالس خصوصیشون میگن اینه که شما دویست میلیارد دلار از بودجه سپاه رو در این 15 سال گذشته خرج این کار کردیم الان میگیم بیاین برچینش یعنی چی پس سهم ما چی پس این پولایی که از ما گرفتین دادین ما این پولا رو میخوایم دعوا سر اینه الان سپاه میگه 15 سال من جوونی گذاشتم دانشمندام کشته شدن تو این کار رفتم شما رفتین نشستین سازش کردید این چه پیروزی شماست این چه نرمش قهرمانانه است نه نرمش نیست شکست خفته البته من بازم اعلام میکنم بارها گفتم این قرارداد رو به مسلحت مردم میدونم تایید میکنم و بسیار خوشحالم که این قرارداد بسته شده چون تالی اون یه جنگ ویرانگر و نابود کننده بود و حمله اسرائیل و داستان بقایاش بنابراین آقای خامنه این شهامت رو متاسفانه ندارن که بیان به مردم بگن ملت عزیز ما اشتباه کردیم خطا کردیم هزینهش هم همه با هم دادیم ولی الان موقع آشتی و صلح نه اینکه آقای ظریف با آقای جانکری پیاده روی بکنن تو ژنو زیر بارون برن بعد با هم بشن حب بزنن تا برمیگرده آقای خامنه میگه گفتگو با امریکا من اجازه نمیدم اه. یعنی چی اه. این میشه ال... نفاق تزویر البته خود شما اشراف دارید که در تاریخ بسیار بسیار کم بوده دیکتاتوری در اوج قدرتش یا در هر مرحله از قدرتش بیاد و اعتراف بکنه و بعد آغاز به اشتباهاتش و بعد در جهت مساله و خدمت مردم گام برده بوده کسا اعترافی یکی... شاید و بعد کنارگیری کردن اما اینکه نه اونا زمینی بودن این یکی چون آسمانیش بند به آسمان وصله نایب امام زمان م. گفتیم شاید ایشون متفاوت بشه اما متاسفانه دیدیم آن یکی حداقل صدای انقلاب ملت رو شنید حاضر نشد بکشه اما این یکی نه صدای مردم رو میشته انقلابش بکنه نه به حال خب در مورد محمد رزاشای پهلوی که آیا دیکتاتور بود یا نبود خب بحث مفصل هست و در چه مسیری بود نظرات مختلفی هست امیدواریم روزی مطرح کنیم اون تا در به طور کلی این یکی از خصوصیات اساسی هست و خصوصیات آنچه که روشن هست آقای خامنه‌ای خودشون نماینده خداوند میدونه همونطور که شما اشاره کردید اما آقای شریعت مداری های نورزاده اشاره کردن که سپاه پاسداران به این دلیل کنار نخواهد اومد این یکی از دلایله ولی یکی از دلایل دیگه‌ای که برخی از مفسرین میگن میگن بخش بزرگی از سپاه پاسداران وضعیت موجود رو از نظر اقتصادی به سود خودشون میدونن یعنی همین تحریم ها بوده که کلی از سپاهیان رو به اصطلاح صاحب سروت های بیحساب کرده تا چند از این تفسیر نزدیک به واقعیت بله ببینید سازمان سپاه یک سازمان صرفا اقتصادی نیست یعنی اگر انسان این رو تقلیل بده به ادهی سردار که مالندوز شدن و به اون دلیل همه این کارا رو میکنن خب با واقعیت درست نیست یک سازمان ایدئولوژیک هست و بر اساس یک ایدئولوژی خاصی نقشه جهانگشایی و نفوذ در منطقه رو داره به همون دلیل هم در ایران توانسته است بعد از جنگ مراحلی از قدرت رو در حقیقت پیش بره و از لحاظ اقتصادی هم در حقیقت خودشون مدعی که ده درصد اقتصاد ملی رو دارن ولی فکر میکنم سهمش خیلی بیشتر از اونه و بنابراین تنها عامل محرک سپاه یک عامل اقتصادی نیست اما از عوامل بسیار مهم است یک دانشمند آمریکایی به اسم دکتر شمیت در دانشگاه نیویورک مطالعاتی داره در باره نیروهای نظامی که به اقتصاد آلوده میشن میگوید که اونها به زودی اون میشن اصلی یا اون رسالت اصلی را که یا در ایران حفظ انقلاب یا حفظ یک دیکتاتور یا حفظ مملکت تعویض میکنه گروهی از اونها با حفظ منافع اقتصادی و وحدت رو در درون خودش نمیتونه حفظ کنه برای اینکه ادعی بسیار پولدار میشن انگیزه های مادی اونها بسیار قوی میشه و ادعی زیادی هستند که خب انگیزه های ایدئولوژیکشون مهمه در ایران اوضاع پیچیده تر شده از یک سو ما ای داریم که به قدری مال اندوختن که خیلی موافق بودن این برجام به جایی برسه و این سرمایه های اینا که راکت شده وارد نظام جهانی بشه ادعی دیگری داشتیم که برادران قاچاقچی بودن و حفظ وضع موجود رو می‌خواستند. ای داشتیم که اساس اونها در تحصیلاتی که در روسیه داشتن اساس سپاه که در روسیه بود روسوفیل شدن و از پوتین حمایت میکنند، از سیاست روسی حمایت میکنند و آقای خامنه ای در طول این مذاکرات به اون بخشی از نظام که نیمچشمی به آمریکا داشت رسمیت داد علنا امروز بدون اینکه ایشون بخواد با وجود مخالفت ایشون آقای روحانی وجود داره که صحبت از بازگشایی سفارت آمریکا در ایران میکنه و حامیان بسیار زیادی هم در ایران داره این ایران یک استثناست در خاور میانه که اکثریت جامعهش موافق بازگشایی به سمت قربند بنابراین اثر خودش رو این عده در سپاه هم خواهند گذاشت سپاه هم نخواهد توانست نه به جهت اقتصادی وحدت خودش رو افز کنه بنابر تئوری که دکتر شمیت میگه و نه از لحاظ سیاسی وحدت خودشو کنه برای اینکه یک عده جدیدی هم دارند به وجود میان که موافق بازگشایی درهای سیاست ایران به روی قربند بنابراین سپاه هم یک پارچه نخواهد ماند به نظر صحبت های نوزد برنامه اتمی شد برنامه اتمی حکومت ایران که زمین ساز تشویق بسیاری از کشورها شد یعنی رقابت های اتمی هم در چشمنداز دیده می شد که نگران کننده بود حالا موانعی در راهش تراشیدن اما مقدمات چون قراردادی قرارداد پیشتر تهیه شده بود ساختن یک نیروگاه اتمی روسیه در مصر و قابل توجه این که مثلا حکومت دولت روسیه ولادیمیر پوتین در خاورمیانه روز به روز نقش وسیعتری رو پیدا میکنه در غیاب غیر فعال بودن سیاست آمریکا میبینیم با کشورهای عرب روابط بسیار خوبی داره در جنوب خلیج فارس کشورهایی که من برای بینندگان توضیح میدم که با حکومت سوریه میونه خوبی ندار ولی روسیه با همه اونها دوستانه با اسرائیل نیست با حکومت ایران نیست و با همه تفسیر شما رو میشنویم در ارتباط با حضور روسیه در خاور میانه و قرارداد هسته‌ای که با مصر داره اولا آقای چالنگی من دو, دو, قدرت شدن رو در جهان امر بدی نمیدونم یعنی یکی بودن قدرت و ابرقدرتی تنهای آمریکا به مسلحت جهان نبود و عملا هم تجربه نشون داد حضور دو عبر قدرت مجالی برای ملت‌های ضعیف‌تر می‌ذاره که میدان مانوف داشته باشن حداقل دیدیم آقای سیسی در برابر فشارهای آمریکا با بازی که با روس‌ها کرد تونست جایگاه موقعیت خودشو دوباره به دست بیاره و ما در طول دوران پهلوی این بازی رو در اشکار موازنه منفی و مثبت شاهد بودیم جمهوری اسلامی چون اصلا سیاست خارجی نداره هیچ چیز معلوم نیست یه شتورگاو پلنگی در اونجا هست به مرور با از دست دادن جهان در آغوش روسیه رفت و این هم باز خیلی طبیعی بود دستگاه امنیتی شد روسی سپاه پاسداران شد روسی اسلحه ها شد روسی کارشناس هم شدن روسی و کره شمالی و یه اندکی هم چینی ولی امروز آقای پوتین با برنامه درست با هوشمندی، با داشتن وزیر خارجه بسیار هوشمند و روشنی که یک ارمنی در خدمت روس هاست خب الان ما نگاه میکنیم میریم ایشون در هر طرفی گام برداشته پیش رفته اولش در جورجیا اوستیا رو عملا در اختیار گرفته ابخازیا عملا در اختیارشه بعد در اوکراین کریمه رو که خروشه بخشیده بود به اوکراین در اون زمان پس گرفته هیچ کاری هم نتونستن بکنن و بعد در جهان عرب نگاه میکنیم فریبی که خود روسا میگن در اراق و لیبی خوردن دیگه تکرار نکردن در سوریه ایستادن آقای پوتین میگه من قرارداد پنجاه ساله با اسد دارن با خاندان اسد در مورد ترتوس در مورد بانیاس در مورد لازقیه و این است که روس ها آمدن منتها به نظر من این به نفع جمهوری اسلامی نیست الان در ایران صداهایی بلند شده از سپاه خود آقای جعفری میگه از درون دستگاه ولی فقی از درون دستگاه امنیتی وزیر اطلاعات که حضور روس ها در سوریه به نفع ما نیست روس ها جایی که برن بیرون نمیان در حالی که جمهوری اسلامی مهمان موقت است علارغم اینکه بیش از همه خسارت داده روس ها پایگاه زینبیه رو در سوریه زدن 140 سپاهی کشته شدن از جمله سردار همدانی و سرداران دیگر که حالا یواش یواش دارن اسماشون رو میدن بیرون چون تا حالا 50 تا 60 شونو اعلام کردن ولی جمهوری اسلامی کاری نتونست بکنه روسا حتی پوزش نخواستن سه موشک به داخل ایران زدن روس ها مسلطن جمهوری اسلامی هم تبع تبعیت میکنه ای کاش یک سیاست روشن ملی داشتیم که همزمان جمهوری اسلامی با امریکا هم رابطه داشت رابطه عادلانه و طبیعی نه رابطه تبعیتی رابطه صحیح این موازنه هم. برقرار بود ما بالاترین بهره رو می بردیم چون ما به روسا خیلی نزدیک هستیم و این موازنه میتونست واقعا تأمین استقلال ما بکنه و زمانت یک کشورمون. کشور موجود. تفسیر شما رو در همین زمینه میشنیم تغییر چهره خاور میانه از نظر پیمانهای نظامی غیر نظامی هر چی که هست به اضافه روند اوزا در ارتباط به حضور رو به گسترش روسیه آقای شریعت مدید بله ببینید خاورمیانه از یک بستری رنج میبره که زیاد ربطی به سیاست ها و پیمان های نظامی یا ابتکارات سیاست مداران نداره در حقیقت خاورمیانه ای که خودش را مدعی به وجود آوردن چندین دین و چندین تمدن بشری میدونه در دوره که جهان به سمت مدرنیزم آورده بود در یک خواب زمستانی بود با نظامهای سنتی اجتماعات ای آداب و رسوم کهن و امروز در اوضایی که اقتصاد و اطلاعات جهانی شده ناکارآمدی این نظامها در امر سیاست هر روز روشنتر میشه سیاست در خاورمیانه محبوس در کاخ عمرا و سلاطین بود امروز این نظام جهانی اطلاعات سیاست را به میدانها و به خیابانها آورده و از انحصار عمرا و سیاستمداران خارج کرده مردم امروز نقش خودشون رو به انهای گوناگون از اعتراض گرفته تا تشکیل گروه های بسیار وحشی اسلام تثبیت تسبیت می کنند و حکومت ها حیرانند حتی بسیاری از حکومت ها به امثال داعش باج می دن که در داخل کشور اونها خرابکاری نکنه و یکی از منابع مالی داعش باج است که از این حکومت های ناتوان و ناکارامت می جره. همچنین بعد از سقوط شوروی سابق رنکینگ یا ردبندی قدرت در جهان دچار ابهام شده آمریکا میخواهد جایگاه اولش رو حفظ بکنه و رهبر جهانی شدن باشه روسیه میخواهد نفوذ از دست رفته رو به دست بیاره یکی در صدد حفظ اون چیزی که داره یکی در صدد به دست آوردن چیزی است که از دست داده بنابراین با ابتکارات بسیار بزرگتر میتونه حرکت بکنه اگر شما همپیمانان سنتی آمریکا را ببینید در اصول طرز فکر و خط سیاسی و اندیشه مملکت داری به پوتین بسیار نزدیکتر از آمریکا هر کس در رأس آمریکا قرار بگیره بنابراین اونها طبیعتا در مقابل جهانی شدن که پایه های حکومتشون رو لغو میکنه و نوعی قارهگرایی و نزدیک شدن قدرت های منطقه به هم تمایل دارند که به دومی هم نیمه چشمی داشته باشند هرچند که خروج از سیطره آمریکا براشون بسیار هزینه بردار خواهد بود بنابراین بسیار با احتیاط میخوان این کار رو انجام بدن آمریکا به هر صورت کار زیادی نمیتونه بکنه بین یک نقش تاریخی یعنی رهبری گلوبالیزیشن و بودن در جایگاه بزرگترین قدرت جهان و حفظ اون و حفظ حکومت های سنتی ناکارا و عقب مانده همپیمان خودش در خاورمیانه که بعد از رفتن شاه سوگولی های دست راست و دست چپ آمریکا برای سالیان دراز بودند مجبور به انتخابه این وسط با برجام <تصفح> یک مدعی جدیدی به اسم ایران هم پیدا شده که این تعادل و قدرت رو به هم میزنه بنابراین سوریه نقطه اقد یا گرهگاه همه این مشکلات است که ما ذکر کردیم و سرنوشت سوریه و عراق تعیین خواهد کرد که سرنوشت حکومت حاکم بر منطقه ما چیست نقشه جدید جغرافیایی کدومه سرنوشت جهانی شدن به کدوم سمت میره و ردبندی قدرت چگونه است مسلما از برندگان این امر در سطح بین المللی یکی روسیه است که چیزی از دست نمیده بلکه چیزی به دست میاره مربع کورتان برای اینکه وقتی یک نیروی در اون قعر بود وقتی برگه ها به هم خورد هر چی که به دست بیاره چیزی به دست آورده شاید شیعیان منطقه هم باشن ولی جمهوری اسلامی ربطی به شیعیان منطقه نخواهد داشت و جمهوری اسلامی متاسفانه در خطر این هست که بعد از این همه در حقیقت کشته ای که اونجا داده از بالای سرش سازش هایی بشه و مدل هایی در خاور میان پی پیاده بشه که در آخر ببیند هم چوب رو خورده و هم پیاز رو و اگر فرصتی شد جمان زنی هایی در این بخش دارم که اونو خواهم کن بله البته الان دو, دو, کشوری که کانون بحران ها هستن در منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا لیبی و سوریه هستند که از همپیمانان آمریکا نبودن و در واشنگتن هم تو بیشتر هم اشاره کردن کردن به این هستش که اوباما دولت اوباما به شدت زیر پتک که انتقاد مخالفان خودش هست که هیچ نوع استراتژی برای رودررویی با بحران های منطقه که به نحوی میتونست اثر داشته باشه به با گفته مخالفان مخالفان دولت اوباما نداره و نشونه ای هم از اون دیده نمیشه و بیشتر به اینکه مماشات کنه از جمله با گروه های اسلامی همونطور که با حکومت ایران در مصر هم با اخوان المسلمین بحث مفصلی است امیدواریم روزی به این بپردازیم در ارتباط با خبر میانه اما آقای نورزاده از این گروه هایی که اشاره کردن آقای شریعت مداری پدید اومدن در اثر وسائل ارتباط جمعی یا هر علت دیگه پدید اومدن داعش هست فاجعه که در پاریس به وجود اومد خیلی ها اینها رو میگن که به خاطر تبعیزی هست که در این کشورها علیه اونها هست اما در کشورهای خودشون هم فاجعه‌ای کمتر از این انجام نمیدن بله ببینید آقای میشه بله یه نکته رو من اینجا از ویدیو عرض کنم نکته این است که ایالات متحده در رابطه با مسئله فلسطین سرانجام باید تکلیف خودش رو روشن کنه این مسئله فلسطین استخوان در زخمی است که تمام دیکتاتورای منطقه از حالا قبل عبدالناصر تا قومی های سوری تا بحثی های سوری تا جمهوری ولایت فقیه تا رژیم صدام همه اومدن به اسم فلسطین این دکان رو رنگین کردن و تزئین کردن یه روز آه. حماس رو تقویت کردن یه روز جبهه خلق برای آزادی فلسطین جورج حبش رو یه روز گروه نایف حواتمه رو یه روز فتح و یه روز ببینید تا مسئله فلسطین حل نشه این دکان پر رونق دایر خواهد بود یه ده. روز آقای سیدنی یک مسئله هست الان بیش از سی گروه هست داره در منطقه می جنگه. سر می بره. یک کدوم از این گروه ها شعار اولیهشون فلسطین نیست نه اونا شعارشون نیست اما عدم دلید. حل مسئله فلسطین باعث میشه چنین گروه های آدم پیدا کنن اون ریکروتمنت رو انجام بدن تو جوون مغربی که داره میبینه بچه فلسطینی اونجا کشته میشه این میتونه آدم تصور مسئله فلسطین باید حل بشه بعد مسئله اسلام ناب انقلابی ببینید آقای خمینی پایه این رو گذاشت اسلام سیاسی در همه ابعادش خطرناکه و خدا رحمت کنه پدر آقای مهندس شریعت مداری مرحوم آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرد نازنین همون زمان اینو میگفت که آقا اگه قدرت دست اینا بیفته اینا از شمر و یزید خطرناکترن چون با اسم قرآن و دین و اطرت و اسمت و سنت پوست مردم رو میکنن. همینطور شد آقای خمینی 2600 نفر همون اول انقلاب از بهترین افسران و دولت مردان و متخصصان ایرانی رو کشت در خرداد 67 دیدیم چه 4000 نفر رو توی یه ما کشتن سال 60 همینطور و سالهای بعدم هم همینطور آقای خمینی پایگذاری کرد سر بختیار رو بریدن هیچ فرقی نمیکنه با سر یه سوری رو که داعش میبره خلبان اردنی رو که آتش میزنن فرقی نداره با کشتار میکنند. منظورم اینه که پایر آقای خمینی گذاشت و امروز یه رقیب پیدا کرده این رژیم اون سکه سنی ابوبک بغدادی حالا تا دیروز بن لادن بود و جالبینه گفت عجیبه هر جا که میرم یه اثری از اینا میبینم یعنی شما یه دفعه میرید جمهوری اسلامی ای داد با ایمن و زواهری هم ارتباط داشته با طالبان هم ارتباط داشته که دیپلومات های ما رو کشتن شهروند ما رو به قتل رسوندن و دختر شیعه رو گفتن تعرض بهش ضروری است بعد میان تو عراق با داعش در سوریه داعش زاییده بشار و با کمک یا مالکی زاییده داعش زایده مالکی است و در همه جمله جمهوری اسلامی ادعا میکنه در حال مبارزه است اما یه جوری با این رقیب داره کنار میاد بس. و متاسفانه اینجاست که میخوام بگم این بلایی که بر سر جهان آمد در سال 57 در ایران آغاز شد قبل از امید بخشی است که حکومت ایران ایجاد کرده در کل من به طور قطع به طور قطع. سپاسگزار هستیم آقای نوری زاده من اشاره کردم که شعار اولیه‌شون نیست و امیدواریم به زودی زود هر چه زودتر مسئله فلسطین حل بشه به طور عادلانه دو ملت در کنار هم آیا در این شرایط امکان پذیر است بحث دیگری است ولی امیدواریم رو به حل بره این موضوع همین دیروز باز کشت و کشتار بوده در منطقه چه از اسرائیل چه از فلسطینی ها و قمنگیز هست بیشتر گروه های تروریستی خواهان تغییر جهان هستند آوردن جهان به زیر بیرقی که برافراشتند بیرق داعش القاده و بقیه و نه مسئله فلسطین مسئله شونه و نه مسئله کسان دیگه به پایان برنامه تفسیر خبر میرسیم با سپاسی دوباره از آقای نوریزاده و آقای شریعت مداری در لندن و با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آس ماری دراگ دنا الوند و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوشتند و رسیتان پایدار